خب بچه ها بریم سراغ بحث بسیار مهم ضرب داخلی دوتا بردار، یا بهش میگن ضرب نقطه‌ای دوتا بردار یا ضرب اسکالر، اینا اسمای دیگه شه، یا بهش ضرب دات هم میگن، یعنی میگن آ دات ب یا آ ضرب نقطه‌ای ب یا آ ضرب داخلی ب یا آ ضرب اسکالر ب. همه این اسمایی که در واقع متداوله در عالم ریاضیات و فیزیک و به کار میره، اما برای که راحت تر باشیم و معروف تر هم باشه، آ دات ب رو به کار میبریم، یعنی به این علامت این نقطه میگیم دات دیگه، نقطه یعنی دات توی زبان انگلیسی. خب من یه توضیح اول بدم بچه ها. ببینید ما تو فصل اول هم که داشتیم ماتریس ها رو بیان میکردیم، من به شما گفتم کلن ماتریس ها ابزاریه برای فیزیک، یعنی چون تو فیزیک به یه سری محاسباتی برخوردند که پیچیده بود، سخت بود، هجیم بود یا هر چیز دیگه ای، اونم براش یه ابزاری توی ریاضیات ساختن که بتونه اون مشکل رو برطرف بکنه. بردار هم داستانش همینه، کلن اعمالی که روی بردار تعریف کردن، نکاتی که در مورد بردار وجود داره، اینا برای اینکه کار ما رو تو فیزیک ساده تر بکنه. واسه همین گفتم شما تا آخر عمرتون تو رشته مهندسی با بحث بردار طرف هستید که توضیحات مفصل اول فصل خدمتتون دادم. خب ما تا حالا چند تا موضوع در مورد بردار پیگیری کردیم. خب اولین موضوع بحث ضرب عدد تو بردار بود که اولین عملی بود که انجام شد، که ضرب عدد تو بردار رو اینجوری نشون میدادیم، یعنی بین عدد و بردار هیچ علامتی نمیذاشتیم. این به این معنیه که این یه عدده و قراره تو بردار ضرب بشه. اون عدده هم که دیدید در تک تک مؤلفه های بردار، یعنی تو ایکس و ایر گزدش ضرب شد و حاصلش شد یه بردار، یعنی یه عدد توی بردار ضرب میشد، حاصل یه بردار جدیدی بود. دومین کاری که کردیم رو بردار جمع و تفریق بود، یعنی بردار آ مثبت منفی ب رو به شما معرفی کردیم که این هم حاصلش یه بردار شد که دیدید که حالا یه روش هندسی داشت، میشد قطر متوازی و لزلا، یه روش جبری هم این داشت که ایکساش با هم جمع میشد، ایگرگاش با هم جمع میشد و زداش هم با هم جمع میشد. دو تا عمل دیگه هم میخوام رو بردار تعریف بکنیم که اینا عملهای کاربردی در فیزیک هستن بچه ها. من یادآوری از فیزیک دهم بحث کار و انرژی بکنم، شاید بگید که اصلا به تو چه، تو اصلا فیزیک حالیت نیستش، حالا بذار چایی که حالیم بود. ببین بچه ها، شما مثلا یه جعبه داشتید، اینو با یه نیروی F میکشیدیدش، بعد کار نیروی F رو میخواستید به دست بیارید. معلمین عزیز فیزیک به شما میگفتن که شما باید زاویه یه نیروی F رو داشته باشید و در فرمول کار که میشد F D کوسینوس آلفا قرار بدید. چرا این کار رو انجام میدادید؟ چرا همین F رو ضرب نمیکردید بره؟ چون میخواستید نیرو در راستای جا به جایی باشه که کار رو در واقع نیرو رو حساب بکنید دیگه. واسه همین F کوسینوس رو حساب میکردید، میشد نیروی در راستای جا به جایی، حالا ضرب در جا به جایی مثلا 10 متر میکردید میشد کار. دو تا نکته، یکی این که خب این اتفاق زیاد میوفه تو عالم، یعنی همه نیروها که افقی نیستن که در راستای حرکت باشن، شما یه جسم سیال یا غیر سیال تو عالم داشته باشین، این تا بهش نیرو تو جهت‌های مختلف وارد میشه. پس این موضوع اف کوسینوس خیلی اتفاق میفته، درست؟ این یه نکته. نکته دوم، اگر یادتون باشه خب نیرو یه کمیت برداری بود، جا به جایی هم یه کمیت برداری بود، ولی ضربشون که میشد کار، کار یه کمیت عددی یا اسکالر بود. تا اینجا خب معلم فیزیک نمیتونست برای شما توجیه کنه که چرا، میگفت حفظ کنید دیگه، میگفت کار اسکالر عددیه، مثلا 5 جول کار انجام دادم دیگه، حالا تو چه جهتی که نمیگفت کار انجام دادم، میگفت 5 جول کار انجام دادیم. الان شما دارید ضرب دو تا بردار میبینید که حاصل شده یه عدد، هیچ کس هم تو ذهنش نمیرسید سال دهم از معلم سوال کنه چه جوری ضرب دو تا بردار میشه عدد. امروز به اون سوال که شما تو ذهنتون نبوده پاسخ میدیم. قشنگه؟ نه، گوش نمیدید. خب بچه ها گفتم این داستان اف کوسینوس زیاد اتفاق میافتاد. یکی از دلایلی که ضرب داخلی دو تا بردار تعریف شد این بود، گفتن آقا این خیلی زشته، هی هر دفعه اف کوسینوس، نمیدونم جی سینوس، فلان، انواع اقسام نیروها هم که الحمدلله تو فیزیک داریم، به جای اف کوسینوس ضرب در جا به جایی که میشد کار، اومدن یه چیزی تعریف کردن که اینو شسته رفته ترش بکنن. گفتن آقا
به افتیکوسینوس کلن بگید ضرب داخلی دوتا بردار، بگید آدات به تمومشو بره دیگه، با کوسینوس ما رو طرف نکنید انقدر. یعنی به این عبارته، به جای این عبارت بنویسید ضرب داخلی بردار نیرو در بردار جابجایی. این تو دل خودش اون اف کوسینوس رو هم داره. پس این یک تعریف عملگرا روی بردار هاست، این یه عمل تعریف شده روی بردار هاست. تعریف ضرب داخلی دوتا بردار یا آدات برو اینجوری تعریف کردن، اندازه آ اندازه به کوسینوس آلفا، که گفتم خواستگاهش هم از کاربردش توی فیزیک بوده، که دیگه به این میگن اف دی دیگه. شما توی مغناطیس هم اینو دارید، کیو وی بی، نمیدونم سینوس آلفا، این داست کوسینوس آلفا و این حرفا. خب پس ضرب داخلی دوتا بردار وقتی تو فیزیک دیدید یعنی باید ضرب در کوسینوس بشه اندازه این، خود به خود دیگه همه تو فیزیک اینو میفهمن. شما الان شاید که براتون عجیب غریب باشه، شما عادت ندارید، میرید دانشگاه عادت میکنید که دیگه ننویسید کوسینوس، اف دی رو مینویسید تمام میشه میره. چرا حالا اینقدر اصرار دارن که اینو اینجوری بنویسن؟ یکی از دلایلش اینه که ما تو فضای واقعی مهندسی مختصات داریم نه زاویه. یعنی شما تو فضای واقعی مهندسی زاویه آلفایی برات وجود نداره. چی برات وجود داره؟ مختصات این نیرو برات وجود داره. خب آقا اگه زاویه آلفا نباشه من چجوری محاسبه کنم؟ 5 دقیقه صبر کنی جوابتو میگیری. که بدون داشتن زاویه آلفا با داشتن مختصات بردار اف و بردار جابجایی به راحتی میشه کار رو حساب کرد. یه مقدار تحمل کن. پس فهمیدیم که ضرب داخلی یه ابزار کاربردی در فیزیکه، اینجوری تعریف میشه ضرب داخلی دو تا بردار، که اندازه بردار اول اندازه بردار دوم ضرب در کوسینوس زاویه‌ای که با همدیگه میسازن اون دو تا بردار، که حالا مثال ما بردار نیرو جابجایی بود. به این علامت هم میگفتن دات. حاصل ضرب داخلی دو تا بردار هم میشه یه عدد، عدده بچه ها. حاصل ضرب داخلی همیشه یک عدده دیگه، بردار نیست. پس عمل بعدی که ما تعریف کردیم عمل آدات بست، که حاصل این یک عدد میشه برخلاف دوتا عمل قبلی که حاصلش یک بردار میشد. خب این نکته اول. حالا نوشتیم آقا ضرب داخلی عددی است که برابر حاصل ضرب اندازه آن دو بردار در کوسینوس زاویه آن دو میباشد. اثبات چیو اثبات کنم؟ من شما نگفتید این تعریفه. بله من کاری با اثبات این ندارم، این که تعریفه، ما اینو اینجوری تعریف کردیم. ولی من الان گفتم چند دقیقه صبر کنید جواب اون سوال رو بگیرید دیگه، که اون سوال میگفت بدون داشتن زاویه آلفا چه جوری میشه اف دی رو حاصل ضرب داخلیشو حساب کرد. ربطی هم به آلفا ندیم، چون تو واقعیت آلفایی ما نمیتونیم داشته باشیم، مختصات داریم در عالم. درسته؟ میخوام ربطش بدم به مختصات. خوب دقت بکنید بچه ها. فرض کنید این بردار آ باشه، اینم بردار بی باشه. من میخوام حاصل ضرب داخلی دو تا بردار رو پیدا بکنم. زاویه بین دو تا بردار رو هم ندارم، زاویه دو تا بردار رو هم ندارم که برم بذارم تو اون رابطه. مختصات دارم فقط، یعنی میدونم بردار آ مختصاتش هست x1 x2، بزنیم با آ و ب و س بنویسم که راحت تر بشه. a1 a2 و a3. بردار b هم مختصاتشو دارم، b1 b2 و b3. خب ببین چی کار میشه کرد. بچه ها من میام بردار تفاضل رو رسم میکنم. این بردار تفاضل یعنی آی منهای ب دیگه، درسته؟ نوک فلش تفاضل روی برداریست که اول نوشته میشود. قبول بچه ها؟ اگر من توی این مثلثی که الان اینجاد شده قضیه کوسینوس ها بنویسم، قبول دارید که این آلفا میاد تو بازی؟ قضیه کوسینوس ها اصلا ویژگیش همینه دیگه، که تو خودش کوسینوس آلفا داره. قضیه کوسینوس ها رو توی مثلث بنویسین، میشه اندازه آی منهای ب. اینو لاغرترش بکنم که سریعتر بتونم بنویسم. میشه اندازه آی منهای ب به توان دو، این زل به توان دو، اندازه این زل به توان دو یعنی A2، اندازه این زل به توان دو یعنی B2، منهای دو برابر اندازه A در اندازه B در کوسینوس زاویه بینشون. قبوله؟ این قضیه کوسینوس ها توی این مثلث.
دارم اثبات میکنم اون چیزی که میخواستم بهتون بگم رو. خب بیاید اینا رو تشکیل بدیم. آی من های بی، یعنی من باید اینا رو از هم کم بکنم دیگه. اینجا خوندیم تو تفریق دو تا بردار اگه مختصات داشته باشیم اینا رو باید از هم کم بکنم. خب بردار آی من های بی چه خواهد شد؟ من اینجا می‌نویسم آ یک من های بی یک، آ دو من های بی دو و آ سه من های بی سه. اندازه این به توان دو، این رادیکال دیگه نمیخواد دیگه، درسته؟ میشه آ یک من های بی یک به توان دو، آ دوی منهای ب دو به توان دو، آ سه منهای ب سه به توان دو. این میشه سمت چپ تساوی. اندازه بردار آ به توان دو میشه آ یک به توان دو، آ دو به توان دو و آ سه به توان دو، درسته؟ اندازه بردار ب به توان دو میشه بی یک به توان دو، بی دو به توان دو و بی سه به توان دو. این قسمت هم بهش دست نمیزنم. چرا؟ چون این همون ضرب داخلیه دیگه، اندازه آ اندازه ب کوسینوس آلفا همون آ دات ب. پس اینو می‌نویسم به جاش آ دات ب. پس میشه من های دو تا آ دات ب. خیلی خوب دیگه کن عزیزان من، این پرانتز یه آ یک به توان دو میده که با این ساده میشه، اینم یه آ دو به توان دو میده که با این ساده میشه، اینم یه آ سه به توان دو میده که با این ساده میشه، این یه ب یک به توان دو میده که با این ساده میشه، این یه ب دو به توان دو میده که با این ساده میشه، اینم یه ب سه به توان دو میده که با این ساده میشه. دو برابر اولی در دومیاش میمونه، میشه منفی دو آ یک ب یک، منفی دو آ دو ب دو، منفی دو آ سه ب سه، مساوی میشه با منفی دو تا آ دات ب. قبوله؟ این منفی دوها هم از طرفین کلن چی میشن؟ ساده میشن و شما به این رابطه میرسید. اینم اثباتش که آقا آ دات ب میشه آ یک ب یک به اضافه آ دو ب دو به اضافه آ سه ب سه. یادتونه گفتم چند لحظه صبر کنید؟ بدون داشتن زاویه بین دوتا نیرو یا دوتا بردار میتونید ضرب داخلیشون رو حساب کنید. سراغ کوسینوس آلفا هم اصلا نرید. من الان آ دات ب رو مستقیم حساب کردم بدون اینکه اصلا برم سراغ زاویه آلفا. پس این رابطه به درد وقتهایی میخورد که من زاویه بین دو تا بردار رو ندارم، مختصات بردار رو دارم، یعنی مختصات نقطه های انتهاییشون رو دارم، چون ابتداشون که صفر و صفر و صفره. مستقیم دیگه از این حساب میکنم، نیازی به داشتن زاویه آلفا نیست که این پرکاربردتر است در عالم واقعیت مهندسی که شما مختصات طرف هستید. پس اگر دوتا بردار آ بداشتید ایکساشو تو هم ضرب کنید، ایگرگاشو تو هم ضرب کنید، زداشو تو هم ضرب کنید، بعد با هم جمع کنید. به این میگن همون آ دات ب یا ضرب داخلی دوتا بردار. دقیقا هم برابر میشه با همون اندازه آ اندازه ب کوسینوس آلفا. اوکی؟ کاملا واضح هست که اگر از شما زاویه بین دو تا بردار هم خواستم بعدن میتونید به دست بیارید، چون این مساوی میشه با اندازه آ اندازه ب کوسینوس آلفا. این برای که خب دارید چون مختصات رو دارید، اندازه آ و اندازه ب هم که معلومه اندازه دو تا بردار رو دارید، تنها مجهولتون کوسینوس آلفا که به دست میاد. پس میتونن از شما زاویه دو تا بردار رو هم بخوان تو ریاضیات، ولی تو فیزیک نیازی خیلی به این ندارن. تو فیزیک حاصل ضربشو میخواد دیگه، اون میخواد ببینه چقدر کار انجام داده، چی کار دارین با هم چه زاویه میسازن. اوکی؟ ولی اگر تو ریاضی و تو مسائل ما از شما کوسینوس آلفا رو خواستن، شما با ضرب مختصاتی داخلی اینو حساب میکنی، این دوتا رو هم که داری پس کوسینوس آلفا به دست میاد، درسته؟ به عبارت دیگه کوسینوس آلفا میشه آ دات ب تقسیم بر اندازه آ اندازه ب دیگه. آ دات ب رو میرم با روش مختصاتی حساب میکنم، صورت کسب به دست میاد، اندازه و اندازه بم دارم و تقسیم میکنم و کوسینوس آلفا رو هم به دست میارم. این از این. امیدوارم که جا افتاده باشه براتون. بچه‌ها خیلی واضحه که حاصل ضرب داخلی تو بردار که گفتیم یه عدده میتونه مثبت باشه، منفی باشه یا صفر باشه ها. لزومی نداره حتما عدد مثبت باشه. چطور این حرف رو من دارم میزنم؟ خب شما الان متوجه شدید که تعریف کردیم آ دات ب اندازه آ اندازه ب کوسینوس آلفا، اندازه آ اندازه ب که مثبتن، درسته؟ کوسینوس آلفا که ولی لزوما مثبت نیست.
زاویه بین دوتا بردار که لزومن حاده نیستش، که ممکنه چی باشه؟ منفرجه باشه، مثل این دوتا مثلا. خب اگه این شکلی باشه، یعنی زاویه آلفا بیشتر از 90 درجه باشه، کوسینوسش منفی میشه دیگه، پس این عبارت هم یه عبارت منفی میشه. کلن زاویه بین دوتا بردار بچه همیشه بین 0 و 180 یادتون باشه، بیشتر از 180 نمیتونه باشه. زاویه منفی هم ما تعریف نمی کنیم برای بین دوتا بردار، قرار داده که زاویه بین دوتا بردار رو یه عددی بین 0 تا 180 بگیرن، قرار داده. چون بین 0 تا 180 میگیرن، پس این کوسینوسه میتونه 0 باشه، میتونه منفی باشه، میتونه مثبت باشه. کی 0 میشه؟ وقتی زاویه‌تون 90 درجه باشه. وقتی زاویه 90 درجه باشه، زاویه بین دوتا بردار میشه 90 درجه، کوسینوسش میشه 0، حاصل ضرب داخلی میشود 0. همونطور که توی کار هم همینجوری بود، اگر نیروی شما بر راستای حرکتتون عمود بود، کارتون 0 میشد، یعنی نیروی F هیچ کاری انجام نمیداد، چون اصلا جعبه در راستای عمودی هیچ تکونی نمیخورد. پس میتونه حاصل ضرب داخلی مثبت منفی یا 0 باشه، بستگی به زاویه دوتا بردار داره. خیلی خوب، پس بریم مثال حل کنیم لذت ببریم. اگر A, B و C اینا باشد مطلوب است اینها، نه گزینه نیستن ها، اینا 4 تا قسمت. مثلا سوال یک از من آدات B رو میخواد. بچه ها وقتی به من مختصات داده، دیگه از روش مختصاتی ضرب داخلی رو حساب میکنم، یعنی ایکساش رو تو هم ضرب میکنم، ایگرگاش رو تو هم ضرب میکنم، زداش رو تو هم ضرب میکنم. پس میگم آقا آدات B مساوی است با ایکساش، یعنی 2 ضرب در 3 به اضافه ایگرگاش، یعنی 1 ضرب در منفی 1 به اضافه زدهاش، یعنی 1 ضرب در 1 میشه 6 منهای 1 5 به اضافه 1 6. این میشه آدات به حاصلش، هم یه عدد شد. به دات آ رو میخوام حساب کنم، ببینم اصلا فرقی میکنه با آدات به. به دات آ یعنی من باز دوباره باید چیکار کنم؟ ایکساش رو تو هم ضرب کنم، ایگرگاش رو تو هم ضرب. میشه مثلا 2 ضرب در 3 دوباره همون 1 ضرب در منفی 1 دوباره 1 ضرب در 1، فرقی نمیکنه، باز میشه چند؟ 6. این میخواست به شما یاد بده که آقا آدات ب با ب دات آ هیچ فرقی نمیکند، جفتش یه عدد میشه، جابجایی مجاز است. قسمت سوم میخواد یه دونه دات رو پخش کنه تو جمع، اینم میخواد بهتون یاد بده که آقا آدات ب رو میشه داتش رو پخش کرد تو این یا نه. بله میشه، شما میتونید بنویسید آدات ب به اضافه آدات س، هیچ اشکالی نداره. دات خاصیت پخشی داره، توزیع پذیری داره بین توی پرانتز. پس میتونید آدات ب رو حساب کنید، آدات س رو حساب کنید، با هم جمع کنید، بعد مقایسه کنید با اینکه بی و سی رو جمع کنید، بعد توش دات کنید، خودتون این کار رو انجام بدید مطمئن شید. خب آدات ب رو که من حساب کردم شده بود 6، آدات س رو هم حساب کنم، ضرب ایکساش تو هم دیگه میشه 3 ضرب در 1، ایگرگاش میشه 2 ضرب در منفی 1، زدهاش میشه 4 ضرب در 1. خب این میشه 3 و 4 7 منهای 2 5، 5 و 6 رو هم میشه 11. حالا شما میتونید امتحان بکنید بی و سی رو با هم دیگه جمع بکنین، میشه 3 و 3 و 5. حالا ضرب بکنید توی دات بکنید توی آ، میشه 3 3 تا 9 تا، منفی 1 ضرب در 3 منفی 3، یک ضرب در 5. خب میشه 9 و 5 14 منهای 3، باز میشه 11. پس دیدید که فرقی نمیکنه که بی و سی رو با هم جمع بکنم، حاصلش رو تو دات کنم تو آ، یا آ رو ببرم توضیح کنم تو پرانتز. اینم یه خاصیت. خاصیت چهارم، یه چیزی تو خودش دات بشه چی میشه؟ اینم ببینیم قشنگه. یعنی یه بردار دیگه زیرش بنویسین عین همون خودش، حالا ضرب داخلی کنید. ایکساش تو هم ضرب میشه، میشه 3 ضرب در 3، ایگرگاش تو هم ضرب میشه، میشه منفی 1 ضرب در منفی 1، زداش تو هم ضرب میشه، میشه 1 ضرب در 1. این میشه 9، این میشه 10، این میشه 11. درست شد؟ یعنی آ ضرب در آ شد 11. حالا چه نتیجه میگیریم؟ بچه آ دات آ با آ دو مساویه، یعنی اندازه آ به توان دو. اندازه آ چقدره بچه ها؟ رادیکال 9 به اضافه 1 به اضافه 1، رادیکال 11 دیگه، میشه رادیکال 11 به توان 2، باز اینم میشه 11.
پس داره به شما میگه ضرب دات مثل ضرب توانی اعداد عمل میکنه. یعنی مثلا آ دات آ دات آ، یادت این غلطه دیگه، هم چیزی ما نداریم. آ دات آ میشه آ دو، بی دات بی میشه بی دو. خب تا دوتا جواب میده. چرا سه تا جواب نمیده؟ یه لحظه پاک کردم اینم بگم، دوره همین داریم استفاده میکنم، شما که خوابی گوش نمیدی من برای خودم دارم صحبت میکنم. چرا اینو نداریم بچه ها؟ کسی میتونه بگه؟ الان جواب منو میتونی بدی؟ نه، چون ارتباط زنده نیستش که چجوری میخوای جواب منو بدیم. یا آره، جواب منو که نمیتونی بدی. چرا ما دوتا دات پشت سر هم نمیتونیم انجام بدیم بچه ها؟ مگه آ دات آ حاصلش یه عدد نیست؟ ما عدد دات آ که نداریم که، دوتا بردار میتونن تو هم دات بشن، یه عدد که نمیتونه با بردار دات بشه. پس ما اصلا همچین چیزی در عالم ریاضیات وجود نداره، بنابراین ما آب توان 3 نداریم، فقط آب توان 2 داریم. گوش میدین؟ نه، در اعماق پتویی. سوال بعدی، اگر اندازه آ 2 باشه، اندازه ب 3 باشه و زاویه دو بردار 3 باشه، حاصل آ دات ب رو پیدا کنیم. ببینید زاویه بین دو بردار داده، منظورش اینه که از فرمول اول بریم، یعنی بگیم آ دات ب مساوی است با اندازه آ اندازه ب کوسینوس آلفا. یه جاگذاریه دیگه، اندازه آ 2 اندازه ب 3، کوسینوس 30 درجه هم که رادیکال 3 دومه میشه 30 رادیکال 3. درست شد؟ این واسه اینکه بدونید از اون کی استفاده میکنیم. وقتی که زاویه داشته باشیم از فرمول اول میریم. مثال الاخرى، مثال الاخرى، اخرى صفته بر وزن فعلا، افعل و فعلا، یعنی مثال دیگر. دیگر تو عربی صفته، تو فارسی هم صفته. صفت چی حساب میشه؟ صفت مبهم وابسته پیشینه، دیگر روز یا روز دیگر. اوکی؟ خب مثال 24، در شکل مقابل آبسده متوازی الاضلاع حاصل عددی کدام گزینه بزرگتر است؟ اوه، اولیش میگه آب دات آده، آب دات آده. خب بچه آب دات آده میشه اندازه آب اندازه آده در کوسینوس زاویه آ دیگه. اگه کل اینو بگیریم علاوه زاویه آ میشه کوسینوس زاویه آ. این گزینه اول ما. گزینه دوم چیه؟ آسه دات آده. بچه آسه همون بردار جمع نیست به نظرتون؟ این همون جمع دوتا بردار آبه و آده دیگه، قطر متوازی الاضلاع بردار جمعه. من به جای آسه میذارم آبه به اضافه آده، بعد داتش میکنم تو آده. یاد گرفتیم که دات پخش میشه تو پرانتز، میشه آبه دات آده به اضافه آده دات آده، که آده دات آده میشد آده به توان 2. پس این میشه آبه دات آده به اضافه آدی به توان 2. اصلا اونم نمیخواد باز کنیم، بذار همینجور مقایسه کنیم، کافی همون آبه دات آده. الان بین همین دوتا نگاه کنید، گزینه 1 آبه دات آده، گزینه 2 آبه دات آده به اضافه یه مقدار مثبته. آدم اگه مثبت نیست چرا گوش نمیدی؟ گوش بده. گوش نمیدی؟ نه، گوش نمیدی. آده به توان 2 یا عدد مثبت دیگه، اندازه بردار آده به توان 2. پس این داره یه مقداری به این اضافه میکنه، پس گزینه 2 از گزینه 1 بزرگتره، پس گزینه 1 خداحافظ. اینم که خداحافظ. آده دات آدم که بچه‌ها میشه آده به توان 2، گزینه 3 آده دات آدم که میشه آده به توان 2. خب آده به توان 2 بزرگتره یا این؟ این یه آده دات آده نسبت بهش اضافه تر داره. شما باید فقط بگید که آده دات آده مقدارش مثبت یا منفی، این تعیین کننده است. تو شکل میبینیم که آده و آده با همدیگه زاویه حاده ساختن، یعنی آلفاشون کوچکتر از 90 درجه است، پس کوسینوس آلفاشون مثبته، پس حاصل ضرب داخلیشون یه مقدار مثبته. چقدر سوال قشنگی من طرح کردم اینجا، خودم دارم لذت میبرم ولی تو لذت نمیبری چون اصلا نیستی.
با ما نیستی، با ما باش. پس آبدات آده چون کوسینوس زاویه بینش مثبته، حاصلش مقدار مثبته. پس داره یه مقدار مثبتی به آدی دو اضافه میشه. پس از آدی دو بزرگتر میشه دیگه. پس بزرگترین گزینه میشه گزینه دو، نه گزینه سه.